درود براتون دوستان عزیز، خیلی خوش اومد به پارت دوم از این بازی مسخره ایرانیه. حسن بگیرمت یه طوری میزنمت پزشکی قانونی هم نتونه تشخیصت بده. مهدی خیلی از این بازی خوشش اومده بود، شما معلوم بود از صد تا کامنت و عاشقشم، خیلی عاشقشم. برو حسن، سری برو. امروز قراره بریم سر کلاس آمادگی دفاعی و کلاس ادبیات. مدی نگاه کن، کونشو نگاه کن. من هستم. طولانی ترین جنگ تاریخ چند سال به طول انجامید؟ بیشتر. یعنی مدی اون مسخرهش کنیم، این چه سوژه ایه به نظر حسن؟ شیمی هایی چیزیه که خودتون توش اوستایید، یعنی من بعد میام از شما یاد بگیرم. خواهشن یکم ادب داشته باشید، اینجا کلاسه، خفه شدیم بابا. حسن یکی گوزیده سر کلاس، کی بوده؟ مدی تو بودی؟ مدی هر کس، مدی خودش بود، هر کی سر داد خبر داد تموم شد رفت. ببین من اگه بگوزم این فلانی که این همون میاد میگه، هم من میدونم هم تو میدونی. آره میام میگوزم میگم خودم بودم. مدی بیا با ادب باشی، مدی بیا با ادب باشی، بیا فوش ندی مدی. آماده ای؟ آقا حسن گفت که دهنت فهمید؟ نه بنده خدا گوشی سنگینه، نه فهمید اصلا. یکی از بچه ها داره بال میزنه، میخواد هوا بره. استیتور یا همون وی پی ان امروزی چیزی بودش که برای مناطقی بود که ما نباید تو اون وارد میشدیم. یعنی چی؟ یعنی استیتور میکردیم یا دکمه وی پی ان مون رو روشن میکردیم، میرفتیم اونجا کارمون رو انجام میدادیم برمیگشتیم. بچه شما کدومتون استیتور میکنید میرید تو سایت های مذهبی؟ حتما تو کامنت بنویسید. می تو میری؟ حسن من میخوام الان استیتور کنم برم. نمیشه، باید بمونی سر کلاس ادبیات هم باشی مری جان. من امروز میخوام شخصیت پیرن آبیه باشم که خیلی موده اصلا. این نمی کنه. آره اصلا آره دیگه چی کار کنم من؟ سپامرگی درسیه که من نباید به شماها توضیح بدم، باید عملی یاد بگیرید. هفته بعدی درسا رو ازتون میپرسم، اگر بلد نبودید کل حیات و پامرگی میرید اون عملی یاد میگیرید. اصلا شیطونو میگه شب برم عملی روش یه حرکت بزنم اتونو بشینه. اصلا این پوکه ها رو برداریم شب میان دم خونمون به اول فصل. جدی؟ جان خدا نگاه کن سرشم قرمز، اصلا شبیه خون نیست، بیشتر شبیه زده حاله. چرا؟ چون وقتی که نصف شب با خیال راحت تو سنگر گرفتی خوابیدی بهت حمله میکنن، اون وقت مجبوری که با عرقگیر و دمپایی بلنشی بری بجنگی. دیگه زده حال از این بیشتر میخوای؟ حسن مدی یه سوال ازت میپرسم، خواهم خیلی خوب بهش جواب بدی. درست. الان به خاطر این خونوکی که کرد، من اون کلاشی که اون بالا گذاشته رو از راه جایی که تیر میزنی بکنم تو کونهش، یا از جایی که لم میدی به خودش؟ آره خونداغش، از خونداغ بکن. میشه از یه وری یه متری بکنی تو کونهش؟ نمیدونم. از این گفت شوریم ادبیات الان یه زن لاغل. خب صفایی عکس الاز بس عکس شهرام شپر است اونجا. اه حسن آه ما چه اه چه تو حسن چه چارقت تنه اون کرد دولمونو بریدم. جان کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. بیا بریم همه آماده که دفاعی که خواهد که موری شود تنگ دل. مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پایش چمور. درون فرو مندگان شاد کن زروز. خانم بسته دیگه، چقدر گوه میخوری اون آخری ها؟ آخری ما چیز نگفتیم خانم. حسن گفت چقدر گوه میخوری. حل شیطونی کنیم دیگه، هستم اینیم دخترها چی کار میکنیم؟ به این چی کار رو؟ سکینه جان سری بگو من چی؟ لباب الالباب از کیست؟ گوشت منم میگم ات. اوف اوف مهدی اوفی بود. اوف مهدی چرا اینجوری میکنی؟ حسن چرا خمم من؟ چی کار داری میکنی؟ من دولا شدم نمیدونم تو چرا داری نگاه میکنی به من، من نمیفهمم. حسن من چه گردنم اندازه قدمه؟ یه بار دیگه خانم رو تو بکنم بر کس کش ببین یه لحظه. چقدر گردن داری؟ حسن
نفهمیدی؟ یه کلمه ای رو رو تخته خوندم ببینم خودت میفهمی یا نه. کش؟ نه نه نه، از اونجایی که پیرهن این خانم هست. بچه من این قسمت رو سانسور کم نداشتم بفهم شما مدی چی گفت. آره آره، من خیلی چیزایی دیگه. شما تو کانت بنویسید که مدی چی گفت. مسابقه خرگوش و لاک‌پشت. یک روز لاک‌پشت و خرگوش با هم مسابقه دوندگی میذارند و خرگوش که غرور زیادی داشته و میدونسته که اول میشه، هی میره دنبال بازی، یه سری با رفقا آره. میرون هی با گوشیش بازی میکنه، عکس میذاره، دختر بازی میکنه. ناگهان میبینه که لاک‌پشت به خط پایان رسیده و اول شده. بعد از اون شعری گفتن که میگه هنر آن نیست گهی تند و گهی پیوسته روی، هنر آن است که گهی پیوسته و گهی خسته روی. رید تو تمام تصوراتم میدی کسی در داری میدی چوبان دروغگو. برای استفاده از مواد مخدر توهم میزده به مردم، داد میزده که آی گرگ آی گرگ. مردم میومدن گله رو نجات بدن، میدیدن که چوبان تبر زده، یعنی توهم زده و گرگ دیده. این موضوع بارها اتفاق افتاده که این چوبان تصمیم گرفت به خودش بیاد و اعتیاد رو ترک کنه. بعد از 6 ماه خوابیدن در کمپین ترک اعتیاد دوباره به کار برمیگرده و این بار صحیح و سالم به ناگهان گرگ واقعی رو میبینه. هرچی داد میزنه کسی نمیاد، همه فکر میکنه که چوبان توهم زده. تشکیل از دست زمونه پیش خودش میگه که این بود سزای سلامتی رو ترک کردن، همون بهتر که معتاد باشم و حال کنم. در نتیجه ضربتی تیه 3 ماه مصرف بدون توقف مواد مخدر دار فانی رو ودا میده. این حجر از کزشه رو ما هم نمیتونیم بگیم ناموسن، ما عاجزیم از گفتن. به نظرم این تاج پادشاهیمونو بذاریم رو سر این بدیم بره، یوتیوبمونو بدیم دست این حجم که این گفت تو دقیقه. من بشینم فکر کنم بنویسم تو دفتر نمیتونم بگم. داستان رستم و سهراب در جهانم شروع کرد دوباره. داستان یک تصادف هست بطا. هر دو با اسب داشتن در مسیری حرکت میکردن که ناگهان اسب رستم از پشت به اسب سهراب بخوره. چرا از پشت؟ رستم با غرور میگه که افسر کیلو چنده، مقصر توی درگیری بالا میکشه و ناگهان رستم با چاقو شکم سهراب رو سپره میکنه. بعد از این که خسر رستم فروکش میکنه میبینه که ایداد بیداد سهرابه پسرش بوده و به اشتباه پسره رو کشته. نتیجه اخلاقی از رو کونه اسب فهمیده. همیشه وایسی تا افسر بیاد بچه ها. حسن کلاس تنظیم خانواده نداره، میخوام یاد بگیرم بزنم سرانه کوسوشه رو دنیا رو در 3 ثانیه برد بالا این معلم. مسابقه خرگوش و لاک‌پشت. یک روز ای بابا دو بزن تو دهنش خفش کن. خانم گو خوردیم. خانم خفشو. اول میشه این میره دنبال بازی. من نمیدونم. من نمیخوام تو این مدرسه باشم. من ترک تاثیر کردم اصلا رفتم. مهدی از دیسکورد رفت بچه ها. اومد. حسن پدر مادرم اجازه نبود. میخواستم درکت هست. دوستان من و مهدی به این نتیجه رسیدیم که این کلاس زیبا رو ترک کنیم و تاج پادشاهی رو به معلم ادبیات اهدا کنیم تا سال تحصیلی جدید که امکان داره ویدیو بعدی باشه اگر من ترک تحصیل نکنم. نه مهدی لایک بکنن اینا، کامنت بذارن و سابسکرایب کنن. بچه تعداد لایک ها رو به 500 تا برسونیم. من نمیدونم. منم نمیدونم، شما برسونید دیگه خودت. دفعه بعدی هم من نیستم. آره زر میزنه میارمش. من حسن شده برم بدم دیگه نمیام. میری سربازی. میرم سربازی با اینکه دخترم. بچه شما چیزی از دختر بودن ما ندیدید، مهدی هم ندیده. جایی هم نگید ما پسریم. خدافظ. خیلی هم افتخار میکنی. خدافظ.